سلام به همه شما خفنا امروز توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ پردرآمدترین روش از بازی کات کلاسیک که اونم چیزی نیست جز جی دی کی پی یا همون بوست رید که میگن درآمدهای نجومی و فضایی داره درست میگن امروز این ویدیو میخوایم صرف تا صد در موردش توضیح بدیم پس حتما ادامه این ویدیو با من همراه باشید اسپانسر این ویدیو هم تیم وانلاینه که بچه ها سری جدید دیابلو رو توی سایتشون موجود کردن میتونید بیرد بخرید همچنین اکسپنشن وارویتین ورد فارکی رفت که به زودی داره عرضه میشه به جایی میرسیم که دیگه سایت ها موجودی ندارن و قیمتش به شدت میره بالا اگه میخواید به اون قسمت نرسید و به اون محدودیت برنخورید میتونید از همین الان با پرداخت 300 هزار تومن وارویتین رو واسه خودتون پیش خرید کنید و تو قرعه کشی وارویتین هم هر ماه شرکت کنید پس چی بهتر از این یه سر به سایت وانلاین بزنید و توی پیش خرید وارویتین شرکت کنید خب باربکس این ویدیو از اونجایی که احتمالاً طولانی میشه چون میخوام صفر تا صد توضیح بدم سعی میکنم ویدیو رو تو دیسکریپشن و توضیحات بیشتر بخش بندی کنم که اون بخشی که بیشتر مد نظر خودتون رو فقط اون بخش رو نگاه کنید بریم سراغ اصل موضوع اولین بحثی که میخوایم در موردش بپردازیم در مورد درآمدی که میشه از این جی دی کی پی یا همون بوستر توی کلاسیک داشت واقعاً چقدر میشه در حال حاضر که مثلا داره ویدیو ریکورد میشه از بوستر تو کلاسیک یا همون جدی که ای پی پول در برد که هر پامپر با هر رید جی که بره حدودا 34 هزار گلد در حال حاضر به دست میاره که 40000 هزار گلد چیز یک میلیون یک میلیون 500 هزار تومان به پول ما میشه با قیمت گلدی که الان تو رلم های مختلف هست ما اگه یک میلیون و 500 بگیریم هفته ای هم یک بار با اون هیروش میتونه جی بزنه چهار هفته در یک ماه در نظر میگیریم و در کل میگیریم ماهی مثلا 6 میلیون تومان میتونه به دست بیاره کسی که هفته چهار ساعت وقت بذاره یعنی در هفته فقط یه روز و در اون روز چهار ساعت شما وقت بذاری یه ران جی دی پی بری در, این در, در کل در ماه چهار روز وقت بذاری و تو اون روز هر روز چهار ساعت وقت بذاری و در ماه 6 میلیون تومن به دست بیاری حالا این واسه کسیه که یه دونه هیرو جی دی ای پی داره کسی که دوتا هیرو جی دی پی داره ماهی دوازده میلیون داره. کسی که سه تا هیرو جی دی داره ماهی 18 میلیون در میاره کسی که 10 تا هیرو جی دی داره ماهی 60 میلیون تومان در میاره کسی که 20 تا هیرو آماده جی دی کیپی داره ماهی 120 میلیون تومان در میاره با قیمت هایی که در حال حاضر دادیم حالا قیمت بالا پایین میشه ولی در کل کسی که تعداد هیرو خیلی زیادی واسه جی دی داشته باشه کلا اعدادای نجومی و رقمی میتونه از این بازی پول در بیاره پس آقا خیلی منطقی از این جی کی پی پولای عجیب غریب و نجومی در میاد بدون هیچ شکی ولی یه امای خیلی بزرگ اینجا هست اما مگه چند نفر میتونن 20 تا هیرو آماده کنن واسه جی دی کی پی مگه چند نفر میتونن 10 تا هیرو حتی آماده کنن واسه جی دی کی پی پس میشه پول خیلی زیادی در آورد ولی کار هر کسی نیست دوست عزیز من اگه تازه اومدی تو ورده فارک رفت اگه اصلا نمیدونی ورده فارک رفت یعنی چی اگه اصلا نمیدونی جی دی کی پی یعنی چی این رقم ها رو شما نمیتونی در بیاری این رقم واسه کسیه که بازی رو خورده گاییده گذاشته کنار کسی که 20 تا هیرو آماده جی کیپی داشته باشه یعنی خیلی خفنه کار هر کسی نیست آقا از جی کپی ما 100 میلیون 60 میلیون در میاد آره در میاد پس منم میتونم در بیارم نه هر کسی نمیتونه در بیاره یه تعداد افراد خیلی خاص و محدودن که میتونن این مقدار پولو در بیارن حالا شاید براتون سوال باشه که آقا اصلا جی چیه چه جوری ما میتونیم به اون خونه برسیم که همچین پولی از بازی در بیاریم تو این ویدیو میخوام بهتون توضیح بدم اول از همه میگم سراغ خود جی که اصلا جی یعنی چیه توضیح خیلی کلی در مورد جی جی بدیم واسه بچه‌ای که شاید اصلا ندونن جی این کی یعنی چی بچا جی معنی لغویش میشه گلد دراگون کیل پوینت که اصلا چرا همچین اسم یعنی گلد دراگون کیل پوینت روش گذاشتن و نمیخوایم تو این ویدیو توضیح بدیم چون خودش یه ویدیوی نیم ساعت هست که میخوایم توضیح بدیم چرا همچین اسمی واسه بوستر تو کلاسیک گذاشتن از اون کلا گذر میکنیم کلا بوستر تو کلاسیک بهش میگن جی دی که ای پی حالا بحث ما دقیقا این وسط چیه بحث ما اینه که جی دی کی پی کلا چیه بچا جی دی پی به بوستر تو کلاسیک میگن رید خب بهترین و خفنترین کانتنت تو بازیه و بالاترین آیتم های توی بازی رو رید دراب میکنه یه گروه که میرن توش رید رو میزنن و هر باسی که میمیره خب یه ای آیتم خفن دراب میکنه اون آیتمی که از باس دراب میشه رو لیدر ور میداره میذاره تو بگش و میگه که آقا این آیتم رو من به مزایده میذارم افرادی که توی اون رید هستن و اون آیتم رو نیاز دارن شروع میکنن به مزایده یکی میگه آقا من هزار گلدین آیتمو میخرم یکی میگه من دو هزار گلدین آیتمو میخرم یکی میگه من ده هزار گلدین آیتمو میخرم و در نهایت آیتم به کسی که به بالاترین قیمت و داده فروخته میشه و آخر رید که رید تموم شد یک مقدار گلد خیلی زیادی دست لیدر جمع میشه چون آیتما رو با گلد فروخته و اون گلدی که دست لیدر جمع شده که اولی ویدیو بهتون نشون مثلا 400 هزار گلد جمع شده بود توی مثلا یک ران بین بوسترایی که توی اون رید بودن یا به قول کامپرایی که تو اون رید بودن پخش میشه حدودا هر کس بین 20000 گلد تا 40 هزار گلد بهشون میرسه پس در کل سازوکار جی دی کی ای پی این شکلیه شما میرید ریدو میزنید و آیتمایی که دراب میشه رو تو همون رید بین یه سری به فروش میذارید و گلدی که آخرش جمع شده هم بین بوسترا تقسیم میشه این میشه جی دی کی پی حالا سه مدل افرادی هستن که توی جdkپ شرکت میکنن یک افرادی که بهشون میگن بایر افرادی که نه بازی بلدن نه ریدو بلدن بزنن نه هیروشون آیتم لول درست حسابی داره صرفا میان توی رید و با گلدی که توی جیبشون هست میان و آیتم ها رو میخرن صرفا فقط خریدار آیتمن به این افراد میگن بایر که یک سری از افرادی که توی جdیkپ شرکت میکنن بایرن یه سری از افرادی تو جی کی پی هستن میکسرن میکسر یعنی چی یعنی فردی که بازیش خوبه خوب دی پی اس میده خوب هیل میده یا خوب تانکی میکنه ولی هیروش آیتم نداره وقتی که هیروی شما یه آیتمی رو نداشته باشه و اون آیتم رو توی جی دی کی پی واسه هیروی شما دراب کنه شما موظفی که گلد بذاری وسط و آیتمی که به درد هیروت میخوره رو بخری پس یه سری و میکسرن یعنی چی هم بازیشون خوبه همین که هیروشون نیاز به آیتم داره پس میان توی رید و آیتم هایی که واسه هیروشون دراب میشه رو گلد میدن و میخرن و در نهایت آخر رید هم یه کاتی از کلی گلدی که جمع شده میگیرن یعنی هم گلد خرج میکنن هم گلد میگیرن به این افراد میگن میکسر یه دسته از افراد هم توی رید هستن که اصلش همین دسته آخره که بهشون میگن پامپر افرادی که بازیشون خوبه رید خوب بلدن هم بردن هیل بدن هم دی پی بدن هم تانکی کنن همین که هیچ آیتمی ای رو نیاز ندارن یعنی کل آیتم هایی که تو اون رید قرار دراپ شده از های آخر یا همون آیتم یا بهترش رو قبلا رو هیروشون دارن و به هیچ کدوم از اون آیتم ها نیاز ندارن که بخوان آیتما رو بخرن پس صرفا میرن توی رید دی پی اس میدن هیل میدن تانکی میکنن و آخر رید هم کاتشون رو میگیرن یعنی فقط میان جی دی کی پی و گلد میگیرن به این افراد میگن پامپر پس سه دسته داریم کسی که فقط گلد خرج میکنه کسی که هم گلد خرج میکنه هم گلد میگیره کسی که فقط گلد میگیره و شما واسه اینکه به اون درآمد خوبه برسی باید به جای برسی که تبدیل به یک پامپر بشی کسی که فقط وارد رید میشه و گلد میگیره حالا بحثی که این وسط پیش میاد اینه واسه اینکه شما پامپر بشی بچه ها باید هیروتون اونقدر آیتم لول بالایی داشته باشه که هیچ کدوم از آیتم هایی که تو رید دراپ میشه به درد هیروی شما نخوره اوکی پس اگه شما با یه هیروی برید توی رید هم خوب دی اس بدی هم خوب هیل بدی هم خوب تانکی کنی بازیت خیلی خوب باشه ولی آیتم هیروت پایین باشه بازم باید پول خرج کنی و آیتم بخری نهایت میتونی به عنوان میکسر بری تو هم پول خرج کنی هم پول بگیری هیچ وقت نمیتونی به عنوان پامپر بری توی رید وقتی که هیروت آیتم مورد نیاز رو از قبل روی خودش نداشته باشه پس با همه تو... این تواصیل فهمیدیم که آقا کسی که میره و از تو جی پول در میاره شخصی شخصی که یک اولا ریدو خوب بلده خوب دی پی میده خوب هیل میده خوب خوب تانکی میکنه دو هیروش فول آیتمه هیروش انقدر دی آیتم داره که دیگه هیچ از آیتم های توی ریدو نیاز نداره این نکته چند بار دارم میگم اگه شما هیروت به آیتمی نیاز داشته باشه و اون آیتم برای توی ران جی دی کی پی دراب شه حتما باید گلد خرج کنی و اون آیتم رو بخری اگه گلد خرج نکنی کل افرادی که توی اون رید هستن ریپورتت میکنن و شما بند میشی و اکونتت میترکه و دهنت سرویس میشه پس خواهشان اگه اطلاعی از ران پی ندارید همینجوری کلت رو نندازید برید پایین برید تو, تو ران جی دی کی پی قبلش قواعد جی دی کی پی رو بدونید بعد وارد ران های جی دی کی پی بشید این تا اینجا آقا پس اگه من یک پامپر باشم یعنی یه هیرو آماده جی دی کی پی داشته باشم در حال حاضر با اون یه هیرو مای 6 میلیون میتونم در بیارم وقت خیلی زیادی هم قرار نیست بذارم هفته کلا یه روز قرار کلا وقت بذارم و هر چقدر تعداد هیرو بیشتر باشه خب وقت بیشتری باید بذارم و پول بیشتری هم میتونم به دست بیارم و نکته مهم اینه که شما به اون سطحی برسی که بتونی پامپر باشی کسی که بخواد پامپر بشه یک بعد آیتم لولش فول باشه دو باید بازی رو بلد باشه باید رید و بلد باشه باید کلاس خودش رو فول بلد باشه بچه ها خیلی ساده است آخر رید با یه ادان وارکرف لوگ میتونن چک کنن که شما چقدر دی دادی چقدر هیل دادی چند تا اینتراپ زدی چند تا از لولای باس رو جاخالی دادی چند تا از لولای باس رو خوردی خب خیلی راحت آخر رید میتونن متوجه که چه کسی پلیر خوبی بوده و چه کسی پلیر ضعیفی بوده پس اولین نکته اینه که بازیت خوب باشه پس آقا پامپر شدن کار هر کسی نیست هر کسی که صرفا تازه اومده تو بازی ورد فارکی رفت نمیتونه پامپرش بیاد از تو جی پی پول در بیاره یستردی اوکی این خیلی مهمه که اینو بفهمید خیلی ها فکر میکنن که صرفا این که من بازی ورد فارکی رفتو رفت بخرم دیگه تمام دیگه جی کی پی شروع میکنم و صفا باشه نه اصلا به هیچ وجه اینجوری نیست خب برای شما واسه اینکه بتونید جی ای پی بزنید اول نیازه که از طریق پی وی پی و دانجن زدن هیروی خودتون رو تا جایی که میتونید آیتم لولش بیارید بالا که قبلا در مورد این مسئله یه ویدیو گذاشتم نیکش بالای صفحه میذارم اون ویدیو رو اول ببینید که یاد بگیرید چه جوری آیتم لول هیرو خودتون رو با زدن دانجن و با, پی وی پی بیارید بالا بعد از اینکه اون ویدیو رو دیدی و هیرو خودت فول دانجن کردی و فول پی وی پی کردی این چند می همه چی رو خودت انداختی بعدش میشه سراغ رید زدن بچه خیلی راحت شما میتونید رید بزنید چیکار باید بکنید یه کاری که میتونید بکنید بچه گزینه آیا رو کیبورد بزنید بیاید اینجا توی پریمیت گروپ و توی قسمت رید فایند گروپ رو بزنید اینجا گروه های ریدی که ساخته شده رو میتونید ببینید مثلا زده بی اچ خب اولا که میتونید بیاید اون پایین رو روی این کتاب روی این کتاب قرمز بچه کلیک کنید این صفحه براتون باز میشه خب و از تو این صفحه میتونید بیاید رو تب رید ریدهایی که هست رو ببینید برای مثال یکی از رید هایی که الان دارم میزنم ریده باردین هولده خب که با اسم BH شناخته میشه شما آی رو کیبورد میزنید میای تو قسمت پریمیت گروپ و تو قسمت رید فایند گروپ میزنید همونطور که میبینید گروه های رید ساخته شده مثلا داده بی اچ 25 همون ریدی که با هم دیدیم 25 منش اسپکرانش رو داریم میدیم یا بی مثلا فلان بی اچ 10 مثلا کلاس ران میبینید گروه های رید ساخته شده شما از اینجا میتونید جوین گروه های رید بشید و برید آیتم رید واسه هیروتون جمع کنید واسه این که شما رو توی این گروه های رید هم را بدن شما قبلش باید آیتم های دانجن و پی وی پی رو جمع کرده باشید همونطور که بهتون گفتم یه روش دیگه هم که داره باشه از طریق چت لوکینگ فور گروپه شما این قسمت از چت چه کلیک میکنید عکس یک حالا بلندگو روی رو این کلیک میکنید و میاید تو چت لوکینگ فور گروپ اگه این چت لوکینگ فور گروپی که من دارم بتونید نشون میدم و نداشتید خب ادو میزنید و دقیقا همین رو می نویسید می نویسید لوکینگ فور گروپ رو می نویسید دقیقه که من نوشتم تو قسمت اد اوکی و میزنید بعد این لوکینگ فور گروپ براتون توی چتتون اد میشه برای مثال واسه من روی چهار اد شده واسه شما امکان داره رو هر عدد دیگه ای اد شده باشه من توی چتم که چهار میزنم میره روی لوکینگ فور گروپ خب و این لوکینگ فور گروپ روش کلیک راست میکنم و یه صفحه جدید براش باز میکنم تو این چت تر... تو این چت لوکینگ فور گروپ بعد همونطور که میبینید گروه های رید ساخته میشه برای مثال یکی گفته آقا میخوایم ریدو رو بزنیم دهمنش رو بزنیم بیس پنمنش رو بزنیم یعنی یکی از جاهایی که شما میتونید گروه واسه رید زدن پیدا کنید هم تو همین چته تو همین چت بچه ها گروه های GDKP رو هم میتونید پیدا کنید پس اولین قدم اینه که هیروتون رو فول کنید اصل طریق رید زدن میبین اصلا مثلا یه گروه GDKP ساخته شده مثلا اپتیک GDKP هاستینگ ورد تور بی دبلیو دی تی تی او تی نه هم فلان مثلا همه این ریدار 25 منشون میزنیم ساعت 19 سرور تایم فول کلیر گارانتی اسپلیت 80 20 درصد بین حالا بوسترا پخش میشه 20 درصد بین خود حالا لیدر و حداقل بیدی که داریم از 5 کی گلد شروع میشه یعنی حداقل 5 کی گلد بعد داشته باشید و اینجا میتونید ویسپر بدید براش یا توی دیسکوردشون ساین اپ کنید که جوین جی دی کی پی شون بشید اوکی پس آقا شما میتونید چیکار کنی شما میتونید بعد از اینکه هیروت آیتم لول کافی از دانجن جمع کرد بری جوین جی دی کی پی بشی به عنوان بایر یا به عنوان میکسر خب و گلد خرج کنی با گلد خرج کردن هیروت رو یواش یواش آماده کنی فول کنی برای جی دی کی پی خب یعنی شما اولش باید گلد خرج کنی که هیروت آیتم لولش بیاد بالا با گلد بری تو جی دی کی ای آ آیتم بخری آیتم لول هیروت بیاد بالا خودت هم رید رو یاد بگیری بعد که به یه سطحی رسیدی که هیروت فول شد رید هم یاد گرفتی جوین همین جی دی کی ای آی میشی به عنوان پامپر ویسپر میدی میگی من پامپرم نه آیتم میخوام ریدم کامل بلدم حالا این روش سریعترش یعنی اگه سریعتر میخواید رید رو یاد بگیرید و سریعتر میخواید تیروتون فول شه باید از خود همین جی دی استفاده کنید به عنوان بایر یا میکسر برید توش و خودتون رو فول کنید اگه نمیخواید گلد خرج کنید خب کارتون خیلی سخت بعد دهن خودتون رو سرویس کنید به ده نفر 20 نفری که حالا دارن با پاگ رید میرن پیام بدید شاید یکی عدتون کنه شاید یکی عدتون نکنه خب پس این کاری که شما باید بکنید بچه باید برید ریدو یاد بگیرید و باید برید آیتم لول هیرو تونیم بیارید بالا که من صرفا توی این ویدیو فقط آموزش رو بهتون گفتم که چجوری بتونید جوین بشید خب نمیخوام آموزش کامل بذارم چون ویدیو شاید 4 5 ساعت طول بکشه و من خودمم کسی نیستم که جی بزنم چون من دارم سیزن اف دیسکاوری بازی میکنم دراگون فلایت بازی میکنم وار ویتین بتا بازی میکنم کاتاکالیس پلاستیک بازی میکنم استریم میکنم ویدیو میذارم وقت نمیکنم بخوام هیرو آماده جی دی پی کنم ولی اگه شما بخواید جی دی پی بزنید راهش اینه که اول هیروی خودتو فول کنی فول دانجن بعد فول دانجن یه گلدی بزنی تو بگت پاشی بری جی دی پی اول به عنوان بایر بعد که خودت یاد گرفتی و هیروت فول شد به عنوان پامپر پس بچه ها میبینید که چه, طرو... چه, پروسه طولانی داره حتی آماده کردن یه دونه هیرو برای جی دی کی پی خیلی سخته پس اونی که 20 تا هیرو آماده جی دی کی پی داره آقا کم علکی نیست اونی که داره مای 50 60 میلیون در میاره جر داده این بازی رو پاره کرده این بازی رو پس کار هر کسی نیست شما اگه پلیر تازه وارد هستی سعی کن همون یه دونه هیرو تو آماده کنی و هفته یه دونه جیری باش بری این کار خیلی سخت نیست ولی اگه بخواید 50 تا هیرو 10 تا هیرو 20 تا هیرو آماده جیری کنید کار شماها نیست حداقل کار پلیرای تازه وارد نیست ولی شما با همون یه دونه هیروتون میتونید جیری کیپی برید روشش هم اینه که اول بری یه گلدی فارم کنی یا یه گلدی بخری و با اون گلدی که داری اول رانهای های رو بری به عنوان بایر بعد بشی میکسر بعد بشی پامپر همینو بس از دل من و تای جی کی پی هم همینه یه سری ها حالا هستن انقدر قفلی ان که 20 تا هیرو آماده کرده طرف 20 تا هیرو آماده کردن فقط لول اپ کردن 20 تا هیرو بیشتر از چند ماه طول میکشه دیگه گیر آب کردن و آیتم لول گرفتنش بماند پس اون کسی که 20 تا هیرو آماده جی دی کی پی داره و مایش 50 میلیون تا 120 میلیون تومان داره در میاره کسی نیست که تو یکی دو روز تونسته باشه به اون سطح برسه خودش رو پاره کرده پس از سالها تجربه و کومپارگی رسیده به اون سطح پس هر کسی راحت به اون سطح نمیرسه از جی دی پی پول خیلی زیادی به دست میاد 100 درصد ولی هر کسی نمیتونه شما همت کنی همون یه دونه هیروی که داری رو آماده جی دی پی کنی بقیه‌اش دیگه میشه واسه های خیلی حرفه‌ای مرسی که این ویدیو تا این تاون همراه بودید امیدوارم این ویدیو تونسته باشه بهتون کمک کنه که برید جی که بزنید و تمام